با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 ماه حمل سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه اپریل سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اختلاف نظر میان رئیس جمهور برای رئیس جایه و انصراف نامزد وزیر دفاع ملی. ناخوشنودی رئیس جایه از کار 6 ماه حکومت وحدت ملی. در 6 ماه 7 ماه گذشته از عملکرد خود رئیس حکومت راضی هستیم؟ قطعا نه. آغاز ارائه برنامه های نامزد وزیران به مجلس و اتهام فساد بر شمار از نمایندگان. د افغان ولسونو د پرمختګ لپاره ټول عملی لارې چارې د تعریف شویو کاري میکانیزمونو په چوکاټ کې رامنځته او بیا به یې ګام په ګام عملي کړو. نظارت از عمل کرده همه این سازمان ها و تجهیزات حقوقی و مدنی که در ادارات عدلیه سب و از این طریق کسب قانونیت می نمایند. با پشتیبانی امریکا از عربستان سعودی در جنگ با یمن. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نامزد وزیر دفاع ملی به علت اختلاف نظرهای شدید میان رئیس جمهور و رئیس جایه از نامزدیش منصرف شد. منابع میگویند که رئیس جمهور و رئیس جایه درباره گزینش رئیس ستاد ارتش ملی و نیز رئیس کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخابات اختلاف نظر داشتند. در این حال رئیس جایه حکومت وحدت ملی هشدار میدهد که ریاست جایه یک مقام خیالی و تشریفاتی نیست. در این حال فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان که با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی دیدار کرده است میگوید که اگر میان هر دو رهبر حکومت وحدت ملی سازش نمی کردند، ایجگاه رئیس جمهور قانونی روی کار آمده نمی توانست. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می دهد. منابع میگویند اختلاف نظرهای جدی میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه نامزد وزیر دفاع ملی را ناگزیر به انصراف از نامزدیش کرد. افضل لودین میگوید که نمیخواهد با گزینش وی میان مردم نفاق به وجود آید. من هیچگاه نمیخواهم وظیفه و وظیفه ام باعث بی‌اتفاقی در میان هموطنان عزیزمان شود. منابع نزدیک به ریاست جمهوری و ریاست اجراییه که میخواهند نامی از آنان گرفته نشود میگویند که گزینش رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی علت به وجود آمدن این اختلاف نظرهای شدید بودند. این منابع میگویند که شکریه بارکزی از ریاست این کمیسیون کنار زده شده است، اما ریاست جمهوری این خبر را تایید نمی کند. پیش از این شکریه بارکزی به طلوع نیوز گفته بود که وی و رئیس اجراییه با امضای رئیس جمهور گماشته شدند. با این امضا که دکتر صاحب عبدالله به حیث رئیس اجراییه تعیین شدند، با این امضا و توسط این شخص با وصفت ریاست از این کمیسیون تعیین شدیم. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدتی ملی میگوید که ریاست اجرایی یک مقام خیالی و تشریفاتی نیست. رئیس اجرایی کشور که یک پست خیالی نیست، یک پست تشریفاتی نیست، یک توفیه از طرف شخص یا اشخاص نیست، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر یا یک گروه نیست، بلکه باعث یک پستی که قبول شد حکومت وحدت ملی با تمام مسائلش، با تمام جوانب و با تمام عرصه هایی که حکومت دربر میگیره که راه بهتر برای افغانستان در نتیجه امو انتخابات که صورت گرفت حکومت وحدت ملی است. در حالی که منابع از اختلاف نظرها و تنش‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی خبر می‌دهند، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کرده است. رئیس اجرایی برخی از اختلاف‌ها را برای بهبود کار تایید می‌کند. تفاوت نظر در بعضی موارد می‌باشد و مسائل هم گاهی بیشتر از چیزی که بوده انعکاس داده شده، شاید در موارد کمتر از چیزی که بوده انعکاس داده شده، اما جزء حکومت و حکومتداری است. یک واقعیت هیچ کدام ما هیچ کس منکر شده نمیتونه که منافع کشور ایجاب میکرد که حکومت وحدت ملی ساخته شود و منافع کشور ایجاب میکنه که حکومت وحدت ملی با وحدت و با مسئولیت کار بکنه.
در حالی که گزارش‌ها درباره برخی از گفته‌های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شدند که بسیاری‌ها انگیزه این تنش‌ها را گفته‌های اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌دانند، اما فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که مقام‌های آمریکایی همواره تأکید داشتند که هر دو رهبر حکومت وحدتی ملی با کنار گذاشتن منافع شخصیشان به یک حکومت مشترک تن دادند، کاری که به سود و منافع مردم افغانستان بوده است. گفته های پخش شده که وزیر کری تنها از فداکاری های رئیس جمهور غنی در واشنگتن یاد کرده بود. این گفته ها را یا قطع کردند یا درست نشنیدند و یا هم تحریف شدند، زیرا تمرکز کری به این بود که اگر میان دو نامزد سازش نمی بود، هیچ رئیس جمهور قانونی روی صحنه آمدن نمی توانست. با این همه فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک بار دیگر از ادامه پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از حکومت وحدت ملی سخن میزند و می افزاید تا هنگامی که رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه به اهدافشان برای آینده افغانستان برسند، این پشتیبانی ادامه خواهد یافت. در این حال رئیس اجرائیه می گوید که از عملکردهای حکومت وحدت ملی قطعا راضی نیست. عبدالله در نشست زیر نام آینده حقوق بشر افغانستان تاکید می ورزد که در نظام عدلی افغانستان عدالت تامین نمی شود. از سوی هم فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی در گفتگاه صلح دستاوردهای حقوق بشر را نباید قربانی بسازد و نقش زنان نیز در این گفتگوها برجسته باشد. در این حال شورای عالی صلح به مردم اطمینان می دهد که در روند گفتگاه صلح معامله در کار نیست. شریف امیری گزارش می دهد. بیشتر حرف ها روی آینده حقوق بشر در افغانستان به حفظ دستاوردهای زنان می چرخند، اما پیچیدگی ها در کارکردهای حکومت وحدت ملی هم در اینجا بخش از سخنهای رئیس اجراییه را می سازد. در 6 ماه 7 ماه گذشته از عملکرد خود بایس حکومت راضی هستیم؟ قطعا نه. ما فرصت‌هایی را از دست دادیم در این زمینه. موارد شده، چشم پوشی‌های شده. کمکاری‌ها در نظام عدلی افغانستان بخش دیگری از سخن‌های رئیس اجرایی است. آیا ما مطمئن هستیم که وقتی که رفت یک کس وارد این سیستم عدلی و قضایی ما شد، از او طرف عدالت تأمین میشه؟ جواب نه هست. جواب آن نیست. در تمامی عرصه‌ها ایجاب اصلاحات، ایجاب کار واقعی که مردم ما مطمئن شوند. حکومت وحدت ملی اطمینان می‌دهد که بدون تأمین عدالت و تأمین حقوق بشر، افغانستان به صلح و ثبات نخواهد رسید، چیزی که کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بر آن تاکید می‌ورزد. اشتراک تمام قضایا با مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه اگر مردم افغانستان پشتیبانی از یک پروسه صلح نکنه به دیده شک بنگره، ما یک مشکل شاید حل بکنیم، یک منازعه را حل میکنیم و منازعه دیگه شاید ایجاد شود. اما حفظ دستاوردهای حقوق بشری و نقش بیشتر زنان در روند گفتگوهای سال خواستهای مهم سازمان ملل را از حکومت وحدت ملی میسازد. ما برای ادامه پشتیبانی از حقوق بشر در افغانستان متحد هستیم و ما حکومت وحدت ملی را در این راستا تشویق میکنیم. حکومت وحدت ملی در گفتگاه صلح تمامی دستاوردها را در نظر میگیرد و در این روند به زنان نقش عمده بدهد. شورای عالی صلح هر گونه معامله را در روند گفتگوهای صلح رد میکند و بر نقش برجسته زنان در این روند تعهد می سپارد. ما نمی خواهیم که خواهرها به شکل نمایشی به حساب در این پروسه اشتراک داشته باشند. بسیار کارهای اساسی است که خواهرها کرده می تانند. پروسه صلح یک معامله نیست. یک معامله پشت پرده هیچگاه شده نمی تانند. پس از آنکه دامنه این امنی ها پس از سال 2006 میلادی در بخش های از کشور گسترش یافت، بسیاری از موارد مهم به ویژه حقوق بشر اندک از محراق توجه کنار رفت و به حاشیه کشانیده شد. اکنون که از گفتگوهای سال با مخالفان مسلح دولت سخنهایی به میان آمدند، نگرانی عمده نهادهای مدافع از حقوق بشر برای حفظ دستاوردها در این باره به میان آمد.
امروز سه نامزد وزیر برنامه هایشان را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. در هنگام معرفی برنامه های نامزد وزیران، شمار از نمایندگان هم دیگرشان را به معامله‌گری ها با حکومت متهم ساختند و نظم نشست برهم خورد. این نمایندگان هم دیگرشان را به گرفتن پول و امتیازهای دیگر از بهره رای دادن اعتماد به نامزد وزیران متهم ساختند. هنوز تنش‌ها و سر و صداها ادامه داشتند که رئیس مجلس نمایندگان دستور منع تصویر برداری داد و رسانه‌ها نتوانستند ادامه نشست را دنبال کنند. صالح سادات جزئیات را گزارش می‌دهد. مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه گواه ارائه برنامه های نامزد وزیران امور شهرسازی، عدلیه و سرحدات اقوام و قبایل بود. اما هنوز ارائه برنامه های این نامزد وزیران به پایان نرسیده بود که شمار از نمایندگان همدیگرشان را به معامله‌گری ها متهم ساختند. آجی صاحب قدیر $1,000,000 خودش گفته که من از خود میدم و دیگه وزیر صاحب ها انداز بکنن تا ای که ما از خانه ملت یا از پارلمان رای مکمل برای جا بگیرم. اما معاون اول مجلس بارد این گفته ها شمار از نمایندگان پروان را در رویداد قتل فرخنده به گرفتن امتیاز از حکومت متهم می سازد و می گوید که برادران این نمایندگان در نهادهای امنیتی کار می کردند و به تازگی از مقامهایشان برکنار شدند و این نمایندگان به وزارت امور داخله فشار آورده بودند که اگر آنان را دوباره مقرر نکنند رویداد قتل فرخنده را بهانه قرار داده وزیر امور داخله را استیضاح خواهند کرد. په وزیر داخله فشار راوړلو چې زمون اورونه به برته تعیین کړي بل د هیڅ چا پروا نه کوم. وزیر صاحبان هم دلته ناست دي. حاجی ظاهر ټول عمر نره خبره کړې، نیغه خبره کړې او بغیر د خدای نه د چا پروا نه ده کړې او وزیر صاحبانو کې دومره زور نشته چې حاجی ظاهر په پیسو واخلي دا ناست دي. پس از این جنجال ها نامزد وزیران فرصت مییابند که برنامه هایشان را به مجلس ارائه کنند. این نامزد وزیران افزایش ظرفیت ها، مبارزه با فساد اداری، استخدام کارمندان بر بنیاد شایسته سالاری و عملی شدن قوانین را در این وزارت ها از نخستین کارهایشان می دانند. در فرجام مدت خدمت خود در این وزارت فهرستی از کارهای رضایت بخشی را که انجام خواهم داد خدمت شما و ملت بزرگ افغانستان ارائه خواهم نمود. دی سول او ملی اوالی دی تنگخت دی بین الافغانی تفاهم او عامه شور لورتیا او دی افغان ولسونو دی پرمختگ لپاره طول عملی لارچار دی تعریف شوی و کاری میکانیزمونو پچاو کرد که رمینستا او بیا به گام پا گام عملی کرو. تقویت نهادهای جامعه مدنی دقت در معیارهای ثبت آنها نظارت از عملکرد همه این سازمانها و تأسیسات حقوقی مدنی که در وزارت عدلیه ثبت و از این طریق کسب قانونیت می نمایند. نه ما دمیجا میگم در لایف برنامه گفتیم. ما دمیجا هیچ جای دیگه نمیگم. تنش ها باری دیگر میان نمایندگان درباره معامله‌گری ها اوج می گیرند. اما رئیس مجلس نمایندگان دستور منع تصویر برداری را به رسانه ها می دهد. مسئولان دبیرخانه مجلس نمایندگان رسانه ها را از محل ویژه که تصویرهای نشست ها را به دست می آورند بیرون می کشند. حکومت و نهادهای امنیتی باید به سکوتشان پایان بدهند و برای رهایی 31 مسافر ربوده شده دست به کار شوند. مجلس نمایندگان خاموشی حکومت را در این باره انتقاد می کند و می گوید که مقام های امنیتی برای پاسخگویی درباره این رویداد به مجلس فراخ خوانده خواهند شد. شمار از نمایندگان می گویند که رئیس جمهور در دیدار با آنان گفته است که از محل نگهداری ربوده شدگان آگاه نیست. در این باره هم صالح سادات گزارش دارد. این نمایندگان میگویند که اگر سرنوشت این ربوده شدگان به زودی روشن نشود گروگانگیری در کشور افزایش خواهد یافت. این سکوت گروگانگیری ها را تایید میکند و رضایت میدهد که ما کدام عملی و عکس العملی نشان نمیدیم. بنابراین این سکوت سکوت استراتژیک نبوده بلکه سکوت مرگبار است. اسیر شدن 31 نفر اگر خدای نخواسته اینا رها نشوه ما فکر میکنم وضعیت افغانستان به یک بحران خواهد رفتن. در این میان شمار از نمایندگان دیگر از پیامدهای بد این گروگانگیری هشدار میدهند. 16 نفر از اعضای گروه پارلمانی اعتماد برای جمهور ملاقات داشتیم. موضوع مطرح شد، رئیس جمهور گفتن اصلا ما اطلاعی نداریم که
در کجای از کشور 31 نفر وجود داره شما اطلاع داشته باشید اختیار ما بگذارید. تا به امروز هیچ گونه سرنخی یا ردیابی از آدرس اونا چیزی ما اطلاعی نداریم. این بسیار جای تاسف است. برای اعمال بر حکومت افغانستان پیشنهاد میکنم بیایید، اگر جدی هستید در بحث گروگانگیری پیشنهاد کنید تا حکومت برای ما این قضیه را روشن نکرده ما وارد پروسه رای اعتماد نمیشویم. با گذشت نزدیک به 50 روز از ربوده شدن 31 مسافر از سوی تفنگداران نقاب‌پوش، هنوز هم تاکنون هیچ نشانی دقیقی از ربوده شدگان در دست نیست. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. پنتاگون دفاع از عربستان سعودی را دفاع از منافع امریکا می داند. وزیر دفاع امریکا که امروز در ژاپن سخن می گفت می گوید که از دیر زمان بدین سو امریکا در عربستان سعودی منافع دارد و ناگزیر است برای شکست دادن شورشان حوثی در یمن کمک های لازم نظامی را در اختیار ریاض قرار دهد. ایالات متحده عربستان سعودی یکی از بزرگترین متحدانش را در جنگ با شورشان حوثی در یمن تنها نمی گذارد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با ابراز این مطلب می گوید که واشنگتن اجازه نخواهد داد تا منافعش در سعودی تهدید شوند. ایالات متحده همزمان با کمک به تلاش‌های سعودی برای تأمین امنیت این کشور، جایی که از دیر زمان به این سو متحد ما است و منافع ما در آن کشور نهفتند، از تلاش برای دریافت یک راه حل سیاسی در یمن نیز پشتیبانی می‌کند. آقای کارتر همچنان شبکه القاعده را در شبه جزیره عربستان یک تهدید جدی برای غرب می‌داند. تهدید برخواسته از شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان به غرب به شمول ایالات متحده یک تهدید طولانی و جدی است. ما به نبرد با این تهدید با شیوه تازه و برابر با شرایط ادامه خواهیم داد. در همین حال سازمان ملل متحد وضعیت کودکان را در یمن بسیار نگران کننده می داند. از 560 تن که از آغاز درگیری ها در یمن کشته شدند، تخمین زده می شود 74 تن آنان کودکان باشند. 44 کودک دیگر معیوب نیز شدند. حمله های هوایی یک ائتلاف به رهبری سعودی بر پایگاه های شورشان حوثی در یمن از 14 شب به این سو ادامه دارند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شمار از کارخانه‌داران و صاحبان شرکت‌های بازرگانی برای فرار از مالیات ارقام دقیق از کاروبارشان و شمار کارمندانشان به دست نمی‌دهند. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع با نگرانی از نبود ارقام دقیق از سرمایه‌گذاری‌ها در 13 سال گذشته در کشور می‌گویند که برای این حل این مشکل در هماهنگی با اداره مرکزی احصایه بررسی نهادهای اقتصادی را به راه خواهند انداخت. زبیح‌الله جهان مال گزارش می‌دهد. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند که در 13 سال گذشته بیش از 1200 کارخانه در کشور ساخته شدند و به صدها شرکت بازرگانی نیز وجود دارد که در این کارخانه‌ها و شرکت‌های بازرگانی به هزارها کارگر کار می‌کنند. اما به باور آنان هنوز ارقام دقیق از مقدار سرمایه‌گذاری‌های 13 سال گذشته، تولیدات داخلی و کارمندان این کارخانه‌ها و شرکت‌ها وجود ندارد. یک تعداد از تاجرای ما متاسفانه به این طرز یا سرمایدارای ما به این طرز که پرزن یا مالیشان سری بالا نبین یا دیگه مسائل نشوند باید بیدر این جرم است. ما باید این جرم نکنیم و ما مجبور مکلف استیم که ایسایه دقیق و ایسایه درست باید ایرا بکنیم و کمک بکنیم و بازسازی بکنیم سیستم خود. از سوی مسئولان اداره مرکزی احصایه میگویند که قرار است تا 3 هفته دیگر بررسی نهادهای اقتصادی را آغاز کنند و در این بخش کارخانه داران و صاحبان شرکت های بازرگانی باید همکار باشند. ما در نظر داریم که دومین سروی مؤسسات اقتصادی را در امیم سال براه پرتیم. البته سروی اولیزی در سال 1388 صورت گرفته و شما می فهمین که بعد از گذشت یکی دو سال تغییرات در همه ارسامی من جمله در فعالیت های اقتصادی بخش سکتور خصوصی. بنان ما بعد از هر دو سال بعد یک سروی به نام سروی مؤسسات اقتصادی می داشته باشیم. این در حالی است که گفته می شود با توجه به وجود مشکلات در گردآوری مالیات در کشور، شمار زیادی از مالیات دهندگان از دادن مالیه فرار می کنند. شمار از آگاهان اقتصاد وجود ارقام دقیق در شاخص های اقتصادی را برای حل این مشکل سودمند می دانند و می گویند
که حکومت باید یک برنامه روشن برای گردآوری مالیات در کشور داشته باشد. با سم خوش آمدید. کار ساختن سه پروژه توسعه فیفا در کابل پایان یافت و امروز به بهره برداری سپرده شد. نماینده ویژه فیفا میگوید که اگر دولت افغانستان از فوتبال این کشور پشتیبانی کند، این نهاد میکوشد تا پروژه های دیگر را در ولایت های دیگر افغانستان نیز عملی سازد. پایتخت به روز چهارشنبه گواه گشایش بزرگترین پروژه ساختمانی فوتبال است. کار ساختن سه پروژه توسعه‌ای از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در کابل پایان یافت و از سوی نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور حکومتداری خوب و نماینده ویژه فیفا گشایش یافت. گشایش ساختمان دفترهای فدراسیون فوتبال افغانستان. این ساختمان با هزینه $560,000 به گونه معیاری و عصری در یک سال ساخته شده است و هزینه ساختن این ساختمان از سوی فیفا پرداخته شده است. نخستین تالار ورزشی فوتسال که برابر با معیارهای فیفا و با هزینه $530,000 نیز از سوی فیفا ساخته شده است، گشایش یافت. کار ساختن این تالار ورزشی 8 ماه را در بر گرفت. این هم دومین پروژه گل در افغانستان، گشایش ورزشگاه فوتبال سایلی. این نخستین بار است که افغانستان صاحب یک ورزشگاه معیاری فوتبال سایلی می شود. این ورزشگاه با هزینه $130,000 در 6 ماه ساخته شده است و به روز چهارشنبه به بهره برداری سپرده شد. نماینده فیفا ساختن این چنین مکانهای ورزشی را در رشد فوتبال در کشور سودمند می داند. در چند سال اخیر رشد و توسعه فوتبال در افغانستان باور نکردنی بوده است و در این زمان بسیار کم این کار امکان پذیر نبوده است. اکنون ما بیشتر تشویق می شویم تا بیشتر پروژه های فیفا را در افغانستان عملی کنیم. صادقانه بدون تبعیض بدون هر گونه معاملگری در این راستا کار خود کردیم و سعی خود کردیم تا فوتبال ما به مدارجی که لازم است چه در سطح آسیا و چه در سطح جهان انشاءالله که برسه. در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور حکومتداری خوب نقش ورزش را در معرفی هویت ملی کشور و زمینه ساز وحدت ملی در افغانستان می داند. حکومت وحدت ملی زمینه را قسم بسازه که ما بتانیم برای جوانان خود در زمینه سپورت خدمت بکنیم و نسل جوان خود را قسم تربیه بکنیم که باعث یک نسل پرشور، یک نسل متحرک، یک نسل سپورتمند بتانند معرف هویت ملی ما در سطح کشورهای جهان بوده باشند. این دومین پروژه گل در افغانستان است که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در کابل عملی می شود. نماینده ویژه فیفا رشد، گسترش و دستاوردهای فوتبال افغانستان را می ستاید و وعده می سپارد که پروژه های بیشتر گل از سوی فیفا در افغانستان عملی خواهد شد. نماینده ویژه فیفا تاکید می ورزد که پروژه سوم گل در افغانستان 4 ماه بعد در ولایت ایرات عملی خواهد شد. میرسید صدیقی، تولونیوس. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار. به پایان نرسیده بود که شمار از نمایندگان همدیگرشان را به معاملگری ها متهم ساختند. آجی صاحب قدیر $1,000,000 خودش گفته که من از خود میدم و دیگه وزیر صاحبا انداز بکنن تا ای که من از خانه ملت یا از پارلمان رای مکمل بر جا بگیرم. اما معاون اول مجلس بارد این گفته ها شمار از نمایندگان پروان را در رویداد قتل فرخنده به گرفتن امتیاز از حکومت متهم می سازد و می گوید که برادران این نمایندگان در نهادهای امنیتی کار می کردند و به تازگی از مقامهایشان برکنار شدند و این نمایندگان به وزارت امور داخله فشار آورده بودند که اگر آنان را دوباره مقرر نکنند رویداد قتل فرخنده را بهانه قرار داده وزیر امور داخله را استیضاح خواهند کرد. به وزیر داخله فشار راوړلو چې زمون اورونه به برته تعیین کړي بل ده هیڅ چا پروا نه کوم. وزیر صاحبان هم دلته ناس دي. حاجی ظاهر ټول عمر
نره خبره کړي نیغه خبره کړي او بغیر د خدای نه د چا پروا نه ده کړي او وزیر صاحبانو کې دومره زور نشته چې حاجي ظاهر په پیسو وخت دي دا ناست دي. پس از این جنجال ها نامزد وزیران فرصت میابند که برنامه هایشان را به مجلس ارائه کنند. این نامزد وزیران افزایش ظرفیت ها، مبارزه با فساد اداری، استخدام کارمندان بر بنیاد شایسته سالاری و عملی شدن قوانین را در این وزارت ها از نخستین کارهایشان می دانند. در فرجام مدت خدمت خود در این وزارت فهرستی از کارهای رضایت بخشی را که انجام خواهم داد خدمت شما و ملت بزرگ افغانستان ارائه خواهم نمود. د سولې او ملی یووالي د ټینګښت د بین الافغاني تفاهم او عامه شور لوړتیا او د افغان ولسونو د پرمختګ لپاره ټولې عملی لارې چارې د تعریف شویو کاري میکانیزمونو په چوکاټ کې رامنځته او بیا به یې ګام په ګام عملي کړو. تقویت نهادهای جامعه مدنی دقت در معیارهای ثبت آنها نظارت از عملکرد همه این سازمانها و تأسیسات حقوقی مدنی که در وزارت عدلیه ثبت و از این طریق کسب قانونیت می نمایند. نه نه ما دمیجا میگم در لایف برنامه گفتیم، ما دمیجا میگم دمیجا میگم دمیجا هیچ جای دیگه نمیگم. تنش ها باری دیگر میان نمایندگان درباره معامله‌گری ها اوج می گیرند. اما رئیس مجلس نمایندگان دستور منع تصویر با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 ماه حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه اپریل سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اختلاف نظر میان رئیس جمهور برای رئیس جایه و انصراف نامزد وزیر دفاع ملی. ناخوشنودی رئیس جایه از کار 6 ماه حکومت وحدت ملی. در 6 ماه 7 ماه گذشته از عملکرد خود رئیس حکومت راضی هستیم؟ قطعا نه. آغاز ارائه برنامه های نامزد وزیران به مجلس و اتهام فساد بر شمار از نمایندگان. خود افغان ولسونو د پرمختګ لپاره ټول عملی لارې چارې د تعریف شویو کاري میکانیزمونو په چوکاټ کې رامنځته او بیا به یې ګام په ګام عملی کړو. نظارت از عملکرد همه این سازمان ها و تأسیسات حقوقی و مدنی که در وزارت عدلیه ثبت و از این طریق کسب قانونیت می نمایند. با پشتیبانی امریکا از عربستان سعودی در جنگ با یمن. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نامزد وزیر دفاع ملی به علت اختلاف نظرهای شدید میان رئیس جمهور و رئیس جایه از نامزدیش منصرف شد. منابع میگویند که رئیس جمهور و رئیس جایه درباره گزینش رئیس ستاد ارتش ملی و نیز رئیس کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخابات اختلاف نظر داشتند. در این حال رئیس جایه حکومت وحدت ملی هشدار میدهد که ریاست جایه یک مقام خیالی و تشریفاتی نیست. در این حال فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان که با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی دیدار کرده است میگوید که اگر میان هر دو رهبر حکومت وحدت ملی سازش نمی کردن ایجگاه رئیس جمهور قانونی روی کار آمده نمی توانست. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می دهد. منابع میگویند اختلاف نظرهای جدی میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه نامزد وزیر دفاع ملی را ناگزیر به انصراف از نامزدیش کرد. افضل لودین میگوید که نمیخواهد با گزینش وی میان مردم نفاق به وجود آید. من هیچگاه نمیخواهم وظیفه و وظیفه ام باعث بی اتفاقی در میان هموطنان. حکومت وحدت ملی با کنار گذاشتن منافع شخصیشان به یک حکومت مشترک تن دادن، کاری که به سود و منافع مردم افغانستان بوده است. گفته‌های پخش شده که وزیر کری تنها از فداکاری‌های رئیس جمهور غنی در واشنگتن یاد کرده بود. این گفته ها را یا قطع کردند یا درست نشنیدند و یا هم تحریف شدند، زیرا تمرکز کری به این بود که اگر میان دو نامزد سازش نمی بود هیچ رئیس جمهور قانونی روی صحنه آمدن نمی توانست.
با این همه فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک بار دیگر از ادامه پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از حکومت وحدت ملی سخن میزند و می افزاید تا هنگامی که رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه به اهدافشان برای آینده افغانستان برسند این پشتیبانی ادامه خواهد یافت. در این حال رئیس جایه می گوید که از عملکردهای حکومت وحدت ملی قطعا راضی نیست. عبدالله عبدالله در نشسته زیر نام آینده حقوق بشر افغانستان تاکید می ورزد که در نظام عدلی افغانستان عدالت تامین نمی شود. از سوی هم فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی در گفتگاه صلح دستاوردهای حقوق بشر را نباید قربانی بسازد و نقش زنان نیز در این گفتگوها برجسته باشد. در این حال شورای عالی صلح به مردم اطمینان می دهد که در روند گفتگاه صلح معامله در کار نیست. شریف امیری گزارش می‌دهد. بیشتر حرف‌ها روی آینده حقوق بشر در افغانستان به حفظ دستاوردهای زنان می‌چرخند، اما پیچیدگی‌ها در کارکردهای حکومت وحدت ملی هم در اینجا بخش از سخن‌های رئیس اجراییه را می‌سازد. در 6 ماه 7 ماه گذشته از عملکرد خود رئیس حکومت راضی هستیم؟ قطعاً نه. ما فرصت‌های را از دست دادیم در این زمینه. موارد شده، چشم پوشی‌های شده. کمکاری‌ها در نظام عدلی افغانستان بخش دیگری از سخن‌های رئیس اجرایی است. آیا ما مطمئن هستیم که وقتی که رفت یک کس وارد این سیستم عدلی و قضایی ما شد، از اون طرف عدالت تأمین میشه؟ جواب نه هست. جواب آن نیست. در تمامی عرصه‌ها ایجاب اصلاحات، ایجاب کار واقعی که مردم ما مطمئن شوند. حکومت وحدت ملی اطمینان می‌دهد که بدون تأمین عدالت و تأمین حقوق بشر افغانستان به سال و ثبات نخواهد رسید، چیزی که کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بر آن تاکید می‌ورزد. اشتراک تمام قضایا با مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه اگر مردم افغانستان پشتیبانی از یک پروسه صلح نکنه و دیده شک بنگره، ما یک مشکل شاید حل بکنیم، یک منازعه را حل میکنیم و منازعه دیگه شاید ایجاد شو. اما حفظ دستاوردهای حقوق بشری و نقش بیشتر زنان در روند گفتگوهای صلح خواستهای مهم سازمان ملل را از حکومت وحدت ملی میسازد. ما برای ادامه پشتیبانی از حقوق بشر در افغانستان متحد هستیم و ما حکومت وحدت ملی را در این راستا تشویق میکنیم. حکومت وحدت ملی در گفتگاه صلح تمامی دستاوردها را در نظر میگیرد و در این روند به زنان نقش عمده بدهد. شورای عالی صلح هر گونه معامله را در روند گفتگوهای صلح رد میکند و بر نقش برجسته زنان در این روند تعهد می سپارد. ما نمیخواهیم که خواهرها به شکل نمایشی به حساب در این پروسه اشتراک داشته باشند. بسیار کارهای اساسی است که خواهرها کرده میتونند. پروسه صلح یک معامله نیست. یک معامله پشت پرده هیچگاه شده نمیتونند. پس از آن که دامنه این امنی ها پس از سال 2006 میلادی در بخش های از کشور گسترش یافت، بسیاری از موارد مهم به ویژه حقوق بشر اندک از محراق توجه کنار رفت و به حاشیه کشیده شد. اکنون که از گفتگوهای سال با مخالفان مسلح دولت سخنهایی به میان آمدند، نگرانی عمده نهادهای مدافع از حقوق بشر برای حفظ دستاوردها در این باره به میان آمد. امروز سه نامزد وزیر برنامه‌هایشان را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. در هنگام معرفی برنامه‌های نامزد وزیران، شمار از نمایندگان همدیگرشان را به معامله‌گری‌ها با حکومت متهم ساختند و نظم نشست برهم خورد. این نمایندگان همدیگرشان را به گرفتن پول و امتیازهای دیگر از بهر رای دادن اعتماد به نامزد وزیران متهم ساختند. هنوز تنش‌ها و سر و صداها ادامه داشتند که رئیس مجلس نمایندگان دستور منع تصویر برداری داد و رسانه‌ها نتوانستند ادامه نشست را دنبال کنند. صالح سادات جزئیات را گزارش می‌دهد. مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه گواه ارائه برنامه‌های نامزد وزیران امور شهرسازی، عدلیه و سرحدات اقوام و قبایل بود، اما هنوز ارائه برنامه‌های این نامزد وزیران عزیزمان شود. منابع نزدیک به ریاست جمهوری و ریاست اجراییه که می‌خواهند نامی از آنان گرفته نشود می‌گویند که گزینش رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی علت به وجود آمدن این اختلاف نظرهای شدید بودند.
این منابع میگویند که شکریه بارکزی از ریاست این کمیسیون کنار زده شده است، اما ریاست جمهوری این خبر را تایید نمی کند. پیش از این شکریه بارکزی به طلوع نیوز گفته بود که وی و رئیس اجراییه با امضای رئیس جمهور گماشته شدند. با این امضا که دکتر صاحب عبدالله به حیث رئیس اجراییه تعیین شدند، با این امضا و توسط این شخص و به صفت ریاست از این کمیسیون تعیین شدیم. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدتی ملی میگوید که ریاست اجراییه یک مقام خیالی و تشریفاتی نیست. رئیس اجرایی کشور که یک پست خیالی نیست، یک پست تشریفاتی نیست، یک توفیه از طرف شخص یا اشخاص نیست، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر یک گروه نیست، بلکه باعث یک پستی که قبول شد حکومت وحدت ملی با تمام مسائلش، با تمام جوانب و با تمام عرصه هایی که حکومت در بر میگیره که راه بهتر برای افغانستان در نتیجه امو انتخاباتی که صورت گرفت حکومت وحدت ملی است. در حالی که منابع از اختلاف نظرها و تنش‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی خبر می‌دهند، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کرده است. رئیس اجرایی برخی از اختلاف‌ها را برای بهبود کار تایید می‌کند. تفاوت نظر در بعضی موارد می‌باشد و مسائل هم گاهی بیشتر از چیزی که بوده انعکاس داده شده، شاید در موارد کمتر از چیزی که بوده انعکاس داده شده، اما جزء حکومت و حکومتداری است. یک واقعیت هیچ کدام ما هیچ کس منکر شده نمیتونه که منافع کشور ایجاب میکرد که حکومت وحدت ملی ساخته شود و منافع کشور ایجاب میکنه که حکومت وحدت ملی با وحدت و با مسئولیت کار بکنه. در حالی که گزارش‌ها درباره برخی از گفته‌های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شدند که بسیاری‌ها انگیزه این تنش‌ها را گفته‌های اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌دانند، اما فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که مقام‌های آمریکایی همواره تأکید داشتند که هر دو رهبر